فدراسیون فوتبال افغانستان در مسابقات جام فوتبال بانوان کشورهای آسیای جنوبی که در سریلانکا برگزار گردیده، علاوه بر اعضای پیشین تیم ملی، دختران افغان را که از مهارت‌های بهتر برخوردار بوده و در ایالات متحده و اروپا به سر می‌برند نیز شامل تیم ملی نمودند. همکارانم شایسته سعادت لامی و عبدالله اورکزایی که به ایالات کالیفرنیا سفر کرده بودند، گزارش از جریان تمرینات این ورزشکاران افغان در آن ایالت تهیه نمودند که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم. یک چهره جدید از دختران افغان تلاش و مبارزه در میدان بزرگ برای در هم کوبیدن دروازه حریف. اینها دخترانی هستند که تاشنده بعد در مسابقات فوتبال آسیای جنوبی به مساف حریفانشان خواهد رفت و با مهارت‌های تازه‌شان تصویر دیگری از زنان افغان را به جهانیان نشان خواهند داد. بازی‌های جام فوتبال آسیای جنوبی در ماه روان میلادی در شریلانکا برگزار می‌گردد که سهمگیری و کسب موفقیت در آن برای افغان‌ها ارزش بسا بزرگی خواهد داشت. این بار در انتخاب بازیکنان ورزیده و ماهر برای بازی کردن در تیم ملی فوتبال زنان افغانستان سعی زیادی به عمل آمده است. این دختران جوان افغان از گوشه و کنار ایالت کالیفرنیا آمریکا برگزیده شدند تا در مسابقات شریلانکا به نفع وطن اصلیشان افغانستان بدرخشند. بله، ما بسیار خوش هستیم که ما تیم ملی افغانستان مرا خوش کردن و ما بسیار آمادگی گرفتیم از اولمی کوچ محمد تالا و کوچ زبی مرسر. ما بسیار کوشش کردن، زحمت کشیدن که ما خدا خوبتر بکنیم و به خدا نشنال تیم خوش شویم. نام خدا چهار پلیر از تیم ما خوش شدک و ما بسیار افتخار میکنم که ما ملکت خود میتونم برم بازی کنم چند اقبال بخیر. این دختران تنها نخواهند بود، بلکه همرزمان ورزشیان ها که دختران ساکن افغانستانند در شریلانکا با آنها خواهند پیوست و همه تحت یک عنوان تیم ملی افغانستان به میدان مسابقه خواهند شتافت. مربیانان خوشبین به نظر می رسد. ما کوشش میکنیم که توپ نگاه کنیم. توپ اگر هر کدام تیمی که توپ زیاد نگاه کنه امکانش زیاد است که گل بزنن و دفاع کم بازی کنن، ماندن نکنن، خود توپ نگاه کنن. با دعای شماست، با دعای متنان عزیز خود است، به زور خدا بخیر ان شاء الله نتیجه میگیرن. تشکر بسیار زیاد از تشویق شما و از تلویزیون شما. مسابقات جام فوتبال آسیای جنوبی که به نام مختصر صف نیز یاد شده و برای دومین بار برگزار می‌گردد، در برگیرنده بازی‌های فوتبال بین تیم دختران از ممالک جنوب آسیا است. در گروه دوم تیم‌های افغانستان، مالدیو، پاکستان و نیپال شاملند. بدین گونه دختران ورزشکار افغان تواناییشان را در میدان بازی‌های فوتبال مقابل تیم‌های همگروه خیش به روزهای 8، 10 و 12 ماه سپتامبر آزمایش خواهند کرد. نتایج مسابقات جام گذشته برای تیم فوتبال زنان افغانستان قناعت بخش نبود. دختران افغان این بار جهت کسب نتایج قناعت بخش مصمم به نظر می رسند. بخیر. امید است اگر مدال را به دست آورده نتوانستیم، اقلا با نتیجه بهتری برگردیم. کوشش میکنیم که برای تیم افغانستان انشاءالله دو دو بست وی کن یک طلا به پس بیارم برشن. دختران افغانی به این امیدند که هموطنان افغانشان چه در داخل و چه در خارج آنها را حمایت و تشویق نمایند. من فکر میکنم اگر توانایی بازی فوتبال را دارید، باید بازی به سوا مشترک با همدیگر را هم بدانید. من فکر میکنم که بازی های ورزشی برای قوت بخشیدن به زنان ارزش خاص دارد. مرجان که تنها 14 عمر دارد، در مورد اشتراکش در تیم ملی چنین گفت. سپورت من را وامی دارد تا بیشتر زحمت بکشم و از جمله بهترین بازیکنان حساب کردم. ما به نظر که چیتا مور و پلار او غاری چه خپل اولاد تا سالم تربیه و خیلی سپورت ده تشویق که. ما دوال لورانی دی دواره پر تیم که دی دیر زیاد علاقه لری. در کنار استقبال از سوی علاقمندان ورزش، آنچه این دختران به آن نیاز بیشتر دارند پشتیبانی و تشویق از سوی والدین است. الله اکبر. هیجان و علاقه ای نسل جوان را وقت انسان تماشا میکنه، انسان را به نسل آینده و جوان دختران جوان در افغانستان باورمند می سازه تا بتوانند برای خود افغانستان، بر کشور خود و برای ملت خود افتخار بیافرینند. شایسته سعادت‌لامی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، فریمونت، کالیفرنیا.